تو اعماق اقیانوسا مجموعه های شگفت‌انگیز از مهندسی و فناوری های پیشرفته نهفته شده. زیر دریایی ها، نگهبانان خاموش اعماق اقیانوسا، اونا تو یکی از وحشی‌ترین و ترسناک‌ترین محیط های روی زمین فعالیت می کنن. جایی که برای بقا باید به نیروهای طبیعت مسلط باشن و از تکنولوژی های پیشرفته استفاده کنن. اما این جنگجوهای پنهان چطور تو آب فرو میرن و از دید دشمناشون پنهان میمونن؟ تو این ویدیو تکنولوژی زیردریایی رو بررسی میکنیم. اینکه چطور تو آب حرکت میکنن، چطور تبدیل به جنگجوهای نامرئی شدن، نحوه برقراری ارتباط اونا یا اصلا خدمه اونا چطور زیر آب نفس میکشن. پس تا پایان ویدیو با ما همراه باشید تا ببینیم زیردریایی‌ها چطور کار میکنن، زنده میمونن و بر قلمرو زیر آب تسلط دارن. همه ما ویدیوهایی از زیردریایی‌ها رو دیدیم که به سطح آب میان یا برعکس تو آب فرو میرن. ولی اونا چطور این کار رو میکنن؟ موتورهای اونا که فقط اونا رو جلو میبرن. همه زیردریایی‌ها برای این کار از قانون شناوری آرشمیدس و چگالی استفاده میکنن. خیلی ساده بخوام بگیم چگالی یه جسم میشه نسبت جرم یه جسم به حجم اون. یعنی هرچی یه جسم اندازش بزرگتر باشه ولی جرمش کمتر باشه، چگالی اونم کمتره. حالا تو ترکیب چند تا جسم متفاوت، اونی که چگالی کمتری داره بالاتر قرار میگیره، مثل یخ که رو آب قرار میگیره. زیر دریایی ها چند تا مخزن دارن که بهشون بلست تنک میگن. اگه زیر دریایی بخواد به عمق بره، هوای توی این مخازن رو خالی میکنه و اونا رو با آب پر میکنه. این باعث میشه که زیر دریایی سنگین بشه و تو آب فرو بره. حالا وقتی که به عمق مد نظرشون رسیدن، ترکیب هوا و آب داخل این مخازن رو جوری تنظیم میکنن که دیگه نه پایین برن نه بالا بیان. علاوه بر بلستنگ، تو جلو و عقب زیر دریایی ها مخازن تریم قرار داره که از اونا برای تعادل زیر دریایی استفاده میشه. مثلا اگه سر زیر دریایی پایین باشه، آب رو از مخزن تریم جلویی به مخزن عقبی پمپ میکنن تا نوک زیر دریایی بالا بیاد و متعادل بشه، یا برعکس برای زمانی که بخواد شیرجه بزنن. اگه زیر دریایی بخواد به سطح بیاد، آب توی مخازن بلست رو خالی میکنه و به جاش اونا رو به هوا پر میکنه. این باعث میشه که زیر دریایی مثل جلیقه نجات بیاد روی آب. شاید بپرسید که وقتی اونا تو اعماق دریا هستن، هوا رو از کجا میارن که مخازن بلست رو باهاش پر میکنن؟ زیر دریایی ها مخازن هوای فشرده دارن که بهشون بانک هوای فشرده میگن. موقع بالا اومدن، این هوا با فشار زیاد آب رو از بلستنگ خارج میکنه. وقتی هم که به سطح آب اومدن، با کمپرسورهایی که دارن هوا رو دوباره توی این مخازن هوا شارژ میکنن. یکی از مهمترین چالش‌های زیردریایی‌ها نحوه برقراری ارتباط اونا با بیرونه. ما برای برقراری ارتباط از امواج رادیویی استفاده می‌کنیم. ولی مشکل از اونجایی به وجود میاد که این امواج به خوبی از آب عبور نمی‌کنن، به خصوص تو عمق‌های زیاد. برای حل این مشکل، ارتباط با زیردریایی‌ها با امواج خاص و فرکانس‌های خاص انجام میشه. اولین اونا امواج VLF هستن که میتونن تا عمق 20 تا 30 متری تو آب نفوذ کنن. اگرچه این عمق خیلی کمه، ولی بازم بهتر از اینه که زیر دریایی بیاد روی سطح و شناسایی بشه. از طرفی اونا معمولاً آنتنای بلند و کشیده دارن که طول اونا خیلی زیاده و این آنتنا میتونه امواج VLF رو دریافت کنه. مدل دیگه ارتباط استفاده از امواج ELF. عمق نفوذ امواج ELF تو آب تا صدها متر هم میرسه، ولی نرخ انتقال داده تو اونا خیلی پایینه و فقط میتونن پیامای کوتاه و رمزنگاری شده رو ارسال کنن. زیر دریایی هر چند وقت یه بار به سطح میاد و با برقراری ارتباط با ماهواره ها اطلاعات پیچیده تر مثل بروزرسانی ماموریت ها یا اطلاعات ویدیویی رو دریافت میکنه. خب بریم سراغ چالش بعدی زیر دریایی ها. این که در طول مدت های طولانی که اونا زیر آب هستن، خدمه اونا از کجا اکسیژن برای تنفس میارن؟ قبل از اینکه این مورد رو توضیح بدیم، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. روش اصلی تولید اکسیژن تو زیر دریایی الکترولیز آبه. تو این روش یه جریان الکتریکی رو از آب عبور میدن
همونطور که میدونید آب از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. با عبور جریان الکتریکی آب به اکسیژن و هیدروژن تجزیه میشه که اکسیژن وارد فضای زیردریایی میشه و هیدروژن هم دفع میشه. یه چیزی که خیلی تو این روش مهمه اینه که باید به آب شور یه ماده به اسم پتاسیم هیدروکساید اضافه بشه، وگرنه الکترولیز آب شور باعث تولید گاز کلور میشه که خیلی خطرناکه. علاوه بر الکترولیز آب، یه سیستم پشتیبان تولید اکسیژن برای موارد اضطراری هم وجود داره. این سیستم که بهش شمع‌های اکسیژن یا شمع‌های کلرات هم میگن، به صورت سیلندرایی هستن که تو اونا سدیم کلرات وجود داره. وقتی که به هر دلیلی مثل قطع شدن برق سیستم اصلی تولید اکسیژن از کار میفته، تو این سیلندرا با یه جرقه کوچیک واکنش شیمیایی بین سدیم و کلرات و یه ماده دیگه که معمولا پودر آهنه شروع میشه و اکسیژن تولید میشه. خب تا اینجا فهمیدیم چطور اکسیژن تولید میشه، اما بازم برای نفس کشیدن تو زیردریایی یه مشکل بزرگ وجود داره. همونطور که همه میدونیم موقع تنفس ما اکسیژن رو مصرف میکنیم و به جاش CO2 پس میدیم. حالا با این حجم CO2 تولید شده تو زیردریایی باید چیکار کنیم؟ برای جذب دی اکسید کربن توی هوا وسیله‌هایی تو زیردریایی هست که بهشون اسکرابر CO2 میگن. اینا مخلوطی از مواد شیمیایی مثل سدیم هیدروکسید و کلسیم هیدروکسید هستن که با CO2 واکنش شیمیایی میدن و اون رو جذب میکنن. یه روش دیگه استفاده از یه ماده شیمیایی به اسم آمینه که CO2 رو جذب میکنه. جالبه بدونید که از این آمین برای شیرین کردن گازی که توی خونه ها استفاده میکنیم هم استفاده میشه. اگه دوست داشتید در مورد نحوه شیرین کردن گاز بدونید، تو کامنت ها به همون بگید تا در موردش ویدیو بسازیم. مثل تولید اکسیژن، جذب دیوکسید کربن هم یه روش برای موارد اضطراری داره. اونم استفاده از یه ماده به اسم لیتیوم هیدروکسیده که تو واقع از کار افتادن دستگاه ها کافیه اونو تو محیط قرار بدن تا CO2 رو جذب کنه. تو سطح زیردریایی سنسورها و نمایشگرهایی قرار دادن که به طور دائم کیفیت هوای زیردریایی رو کنترل میکنه. علاوه بر همه اینا فیلترهایی برای گرفتن بو و رطوبت از هوا هم وجود داره. هر موقع صحبت از زیردریایی ها میشه معمولا یه کلمه زیاد شنیده میشه: سونار. سونار یکی از حیاتی ترین و مهمترین فناوری‌های به کار رفته تو زیردریایی هاست که از اون برای ناوبری، ارتباطات و شناسایی استفاده میشه. چون زیر دریا دید خیلی محدوده، سونار حکم چشم و گوش زیردریایی رو داره، به این شکل که امواج صوتی رو به صورت پالس ارسال میکنه. این امواج تو آب حرکت میکنن تا زمانی که به یه جسم برخورد کنن. با برخورد اونا به یه جسم، اونا به سمت سونار بازتاب میشن. با توجه به زمانی که طول کشیده تا امواج برگردن و همچنین قدرت بازتاب اونا، سونار فاصله، اندازه، شکل یا حتی ترکیب اون جسم رو هم تشخیص میده. کلن دو نوع سونار داریم: سونار فعال و سونار غیر فعال. سونار فعال همونی بود که توضیح دادیم که تو اون امواج صوتی به صورت فعال ارسال میشن که برای شناسایی خیلی مهمه، ولی به هر حال موج صوتی ارسال میکنه و همین میتونه باعث شناسایی زیردریایی بشه. تو سونار غیر فعال هیچ موج صوتی ارسال نمیشه، بلکه به صداهایی که از بقیه اجسام تولید میشه گوش میکنه، مثل صدای پروانه کشتی‌ها و زیردریایی‌ها. این روش نسبت به سونار فعال مخفی‌تره، ولی خب دقتش هم کمتره. از بعضی از سیستم‌های سونار میشه برای ارتباط بین زیردریایی‌ها یا ارتباط بین زیردریایی و یک کشتی روی سطح استفاده کرد. یکی از فناوری‌های پیشرفته سونار، سونار آرای مصنوعیه که میتونه تصاویر با وضوح بالا حتی از اجسام خیلی کوچیک تهیه کنه. مهمترین فاکتور برای زیردریایی ها مخفی موندن اوناست، اما سونار با انتشار امواج صوتی میتونه این مخفی بودن رو خراب کنه. از طرفی امواج GPS هم تو دریا منتقل نمیشن، یعنی تو حالتی که زیردریایی بخواد مخفی بمونه ناوبری و هدایت اون خیلی سخت میشه. برای حل این مشکل اونا از سیستم ناوبری داخلی معروف INS استفاده میکنن. در مورد INS تو ویدیو تکنولوژی F14 توضیح دادیم.
به طور خلاصه به این شکل که INS که هیچ ارتباطی با بیرون نداره مکان اولیه زیردریایی رو میگیره و نسبت به اون مکان و موقعیت الان زیردریایی رو نشون میده. اگرچه INS دقت GPS و سونار رو نداره ولی برای مخفی موندن زیردریایی در حین عملیات‌های مخفی خیلی حیاتیه. البته زیردریایی هم هر چند وقت یه بار به سطح میاد و با GPS موقعیت دقیقش رو آپدیت میکنه. گفتیم یکی از مهمترین ویژگی‌های زیردریایی جنگی مخفی و غیر قابل شناسایی بودن اونه. اونا به حدی غیر قابل شناسایی هستن که سال 2009 یه زیردریایی هسته‌ای انگلیسی به یه زیردریایی فرانسوی به دلیل مخفی بودن بیش از حد به هم برخورد کردند. و تا قبل از برخورد اصلا متوجه حضور هم نشدن. برای رسیدن به این حد از پنهانکاری اونا از تکنولوژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند. اونا از پره‌های بزرگ با سرعت چرخش کم و یه سیستم‌های پیشرانه پامپ‌جت استفاده می‌کنند که صدای کمتری داره. زیردریایی‌های مدرن از پیشرانه‌های الکتریکی یا هسته‌ای استفاده می‌کنند که صدای کمتری نسبت به موتورهای دیزلی دارند. از طرفی موتورها و سایر ماشین‌آلات رو ضربه‌گیر قرار می‌دن تا لرزش اونا قابل احساس نباشه. بدنه زیردریایی ها با کاشی های آکوستیک پوشونده شده. موادی شبیه لاستیک که امواج سونار رو جذب میکنه. حتی طراحی و شکل زیردریایی هم به شکلیه که باعث کمترین تلاطم آب و ایجاد صدا میشه. تو زیردریایی ها سیمپیچ های وجود داره که میدان مغناطیسی رو خنثی میکنن و اثر مغناطیسی زیردریایی رو خیلی کم میکنن. اونا سیستم های خنک کننده هم دارن که اثر حرارتی زیردریایی رو به کمترین مقدار میرسونه تا با سنسورهای مدن قرمز شناسایی نشن. علاوه بر همه اینا، زیردریایی ها یه حالت دارن که بهش میگن حرکت بی صدا. تو این حالت با سرعت خیلی کم حرکت میکنن، سیستم های غیر ضروری رو خاموش میکنن و زیردریایی با باتری کار میکنه. تو این حالت حتی خدمه هم حرکت نمیکنن تا هیچ صدایی ایجاد نشه. دو تا از جالبترین تکنولوژی های زیردریایی ها راکتورهای هسته‌ای و نحوه شلیک موشک تو اوناست که میتونید نحوه کار اونا رو تو این ویدیو ببینید.